امروز در مورد یکی از عجیبترین و به نظر من در دسترس‌ترین پدیده‌های مرتبط با ماورا به نام خلسه میخوام صحبت کنم. درود به همه، اینجا کانال اسرار ماوراست. انواع مختلفی از خلسه وجود داره که به صورت ارادی و غیر ارادی میشه بهش رسید. اما خلسه اصلا چیه؟ خلسه حالتیه که بدن فیزیکی در حالت آرامش نزدیک به حالت خواب قرار داره، اما ذهن بیداره. در این حالت امواج ذهنی در مرحله آلفا هستن و تلقین پذیری فرد بالاست. هدف هیپنوتیزم رسیدن به این مرحله هستش تا هیپنوتیزور بتونه دستوراتو به سوژه بده و سوژه اونا رو فوراً قبول کنه و به مرحله اجرا در بیاره. خلسه های سبک و بارها شما تجربه کردین. مثلا وقتی تلویزیون تماشا میکنین و غرق در تماشا شدین، در حالتی از خلسه هستین. یا وقتی که در یک جاده خلوت در حال رانندگی هستین. در واقع اگه مشغول کاری بشین که تمرکز و دقت زیادی از شما نگیره اما توجه شما رو کاملا معطوف خودش کنه، وارد خلسه سبک میشین. به همین خاطر برای هیپنوتیزم کردن افراد معمولا در ابتدای کار از روش‌های استفاده میشه که سوژه با تصور یک عمل کم کم در چنین وضعیتی قرار بگیره. موسیقی، رقص، مواد مخدر و حتی ضربات ناگهانی به سر میتونن باعث ایجاد خلسه بشن. همچنین بعضی اساتید با انجام تمرینات تنفسی ممتد و سریع به این حالت میرسن. شما لحظاتی قبل از خواب یا در عین بیدار شدن از خواب ممکنه در مرحله خلسه قرار بگیرید و تجربهش کنید. احتمالاً انسان‌های اولیه به صورت تصادفی خلسه رو کشف کردن و این حالت براشون عادی نبود. فرد انگار توی حال خودش نیست و شبیه فردیه که تسخیر شده. به همین خاطر در گذشته‌های دور این تئوری شکل گرفت که در حالت خلسه بدن انسان توسط خدایان، ارواح یا شیاطین تسخیر میشه. خلسه همچنین اسرارآمیز بود و کشف همه زوایای پنهانش کار مشکلی بود. تا سالها به چشم پدیده مرموز و شیطانی بهش نگاه میشد. اما بعضی از افراد در حالت خلسه تجربیاتی مثل ارتباط با روح مردگانشون، ارتباط با خدا و به طور کلی تجربیات معنوی داشتن. به همین خاطر در برخی فرهنگ‌ها به صورت امری مقدس در اومد که کاهنان و افراد معنوی خاص ازش استفاده میکردن. به مرور انسان ها فهمیدن که خلسه میتونه به عنوان راهی برای تماس با نیروهای ماورایی و کسب تجربیات ماورایی استفاده بشه. یکی از روش های باستانی برای رسیدن به حالت خلسه که خیلی خطرناک بود این بود که جمجمه افراد زنده را در چند نقطه به خصوص سوراخ میکردن و فرد به حالت خلسه میرسید و این حالت گاه و بیگاه براش تکرار میشد. پیشگویان معبد دلف در یونان قبل از اینکه اقدام به پیشگویی کنن، برگ‌های تازه استخودوس رو میجویدن و دمنوشش رو میخوردن. به اعتقاد اونا این کار کمک میکرد تا به حالت خلسه برن و پیام‌هایی از خدای آپولون دریافت کنن. البته اونا در کنار مصرف این گیاه تمرینات مراقبه هم داشتن و شبیه کشیش‌های مسیح خودشون رو وقف جایگاه شغلشون میکردن. جادوگران سیبری از قارچ مگس برای رسیدن به حالت خلسه استفاده میکردن و این قارچ به خاطر حالتی که براشون ایجاد میکرد مقدس شده بود. در هند هم دمنوش سوما رو میخوردن که در ایران بهش هام میگن. میدیوم‌های قبایل برزیلی مقدار زیادی از عرق نیشکر رو برای رسیدن به حالت خلسه می نوشیدن. در یونان باستان همچنین یه غار مقدس وجود داشت به اسم غار تروفونیوس که به مکانی برای رسیدن به خلسه و ارتباط با روح مردگان تبدیل شده بود. این غار در مکانی دور افتاده و دور از شهر قرار داشت. ورود برای همه آزاد بود و در اونجا به مردم کمک می شد تا به حالت خلسه برسن و بتونن با روح مردشون ارتباط برقرار کنن. اما روشی که در اونجا استفاده میشد خطرناک و ریاضتگونه بود. افرادی که وارد غار میشدن باید 3 روز
روزه شدیدی می گرفتن و باید از پرتگاه‌ها و اتاقهای تاریک می گذشتن تا به اتاق نهایی برسن. در این اتاق با ارواح روبرو می شدن. فضای تاریک و وهم‌آلود اون غار باعث می شد که افراد بهتر بتونن به حالت خرسه برسن. همچنین مراسم و مناسکی هم باید انجام می دادن. المان‌های مناسبی برای ایجاد خرسه در اون غار به صورت طبیعی و مصنوعی فراهم شده بود. گفته شده که سقراط و اسکندر کبیر به اون غار رفته بودن و مراحل رو پشت سر گذاشته بودن. افرادی که این غار رو تجربه کرده بودن می گفتن که داخل غار صدای ناله مرد و زن و جیغ بچه ها رو می شنیدن و وقتی در مرحله آخر روی زمین دراز می کشیدن به ناگهان در یک خرسی عمیق سقوط می کردن. این غار تا قرنها مورد احترام و توجه مردم بود تا اینکه با گسترش آیین مسیحیت کم کم به فراموشی سپرده شد و الان فقط یه مکان تاریخی و گردشگریه. بعدها حکومت کمونیستی شوروی از این اطلاعات سوء استفاده کرد تا اینکه بتونه زندانیان سیاسی و جاسوسان دستگیر شده را وادار به اعتراف کنه. روش کار به این صورت بود که زندانی رو در سلول انفرادی چند روز گرسنه نگه می داشتن و ضرباتی به سرش وارد می کردن. بعدش صدای موسیقی الکترونیک مانندی که بسیار آزاردهنده بود و شبیه جیغ بود در سلول پخش می شد. در 20 کنگره حزب کمونیست شوروی در دوران حکومت استالین، رئیس پلیس مخفی شوروی توضیح داده بود که این کارها باعث می شد زندانی به حالت خرسه عمیقی برسه و در حالت خرسه به علت تلقین پذیری زیاد پرسش های بازجو رو به خوبی و کاملا صادقانه پاسخ می داد. اما حزب نازی در آلمان علاوه بر روش های مشابه روسها بر علیه مخالفین، نوع دیگه ای از خرسه و تلقین رو برای طرفداران و موافقین خودش استفاده می کرد. شاید از شنیدن این حرف تعجب کنین، اما حقیقت داشت. اونا مردم رو در گروه های بزرگ قرار می دادن و با صدای تبل های بخصوص، پارچه های رنگ و رنگ و مشعل های بزرگ، قرار دادن منابع نوری در زوایای خاص و در نهایت تکرار شعار با صدای بلند، اونا رو وارد حالت خلسه می کردن. این کارها قبل و بعد سخنرانی های رهبران نازی انجام می شد تا صحبتاشون وارد ذهن طرفداراشون بشه و به طور کامل قبولش کنن. تقریبا همه مکاتب ماورایی قبول دارن که در احضارها و ارتباطهای ماورایی رسیدن به حالتی از خلسه ضروریه. حالا با توجه به هدف ممکنه خفیف یا شدید باشه. توضیحی که اغلب برای مراسم ارائه میشه اینه که قرار گرفتن در یک محیط ساکت و به دور از افراد، خواندن مداوم اوراد و برخی اعمال مثل دود کردن عودها و بخورات کمک میکنه تا شخص وارد حالت خلسه بشه. اگه شما برای انجام پیشگویی یا روشنبینی میخواین به خلسه برسین، پیشنهاد من خوندن مانترا یا انجام خودهیپنوتیزم تا به خلسه سبکی برسین و برای دریافت الهامات آماده بشین. میدیوم ها افرادی هستن که به راحتی در حالت خلسه سبک قرار میگیرن و این حالت براشون تبدیل به الگوی ثابتی در مغز شده. این احتمال برای افراد عادی وجود داره که با تکرار تمرینات خلسه شبیه میدیوم ها بشن و بعداً دیگه نیازی به تمرین نداشته باشن. اگه میخواین با روش خودهیپنوتیزم به حالت خلسه برسین، میتونین آموزش خودهیپنوتیزمو که داخل کانال گذاشتم ببینین و طبق اون پیش برین. اگه میخواین با روش تنفسی به این حالت برسین، ساده ترین روشش که به نظرم کم خطرترین هم هست، روش تنفس مربعیه که الان توضیحش میدم. بعداً تکنیک‌های تنفسی پیشرفته داخل کانال گذاشته خواهد شد. برای انجام تنفس مربعی باید به صورت راحت قرار بگیرین، طوری که عضله تحت فشار نباشه. بعدش به صورت 4 ثانیه‌ای به این شکل تنفس کنین. با 4 شماره دم رو انجام بدین، با 4 شماره نفس رو نگه دارین، با 4 شماره بازدم و با 4 شماره نفس رو دوباره نگه دارین. دوباره از ابتدا این روند رو انجام بدین.
شمارش باید به صورت ذهنی باشه و باید هر مرحله تایمش با مراحل دیگه برابر باشه. اگه برای شمارش ذهنی مشکل دارین و نمیتونین با سرعت یک نواخت این کار انجام بدین، به جاش میتونین یه جمله رو انتخاب کنین که گفتنش حدوداً 4 ثانیه طول بکشه. این جمله رو در هر مرحله میتونین به صورت ذهنی بگین. تنفس رو به همین شکل ادامه بدین تا وارد حالت خرسه بشین. هر سوالی که دارین در کانال یوتیوب اسرار ماورا بپرسین.